برام خدا سلام بر شما با برنامه نگرش خوش آمدید. بیشتر از یک ماه می شود که مجلس نمایندگان 7 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد، اما حکومت افغانستان مشخصا ریاست جمهوری افغانستان این تصمیم مجلس نمایندگان را نپذیرفت و غیر موجه خواند و بالاخره تصمیم گرفت که این موضوع را به ستر محکمه افغانستان ارجاع نماید. اما بیشتر از یک ماه دیگر می شود که ستر محکمه افغانستان این موضوع را و ماده 92 قانون اساسی افغانستان را تفسیر نکردشت. این که چرا در برنامه امشب نگرش دلیل این را پیدا خواهیم کرد. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در بحث آقای عبدالرحمن رحمانی عضو مجلس نمایندگان، دکتر نبی مزداق آگاه سیاسی و عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای مزداق، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. سرنوشت 7 وزیر کابینه چه شد؟ سلام، اول د میز ګډونوال ته او تاسو ته او ټول اوریدونکو دیدونکو ته په رسمي ډول سره ګوره، دا موضوع خو غته اجرایه قوي غته مقننی ته نه قضایي ته وړاندې کړه، او د قضایي نه تر اوسه پورې په رسمي ډول سره ندی معلومات ندی راغلی ارګ ته. خو رئیس جمهور مخکې دینه چې هغه ته بروکسل ته لاړ شي، ویویل چې ځینې تا غدي وزیران په خپل کار کې پاتې راغلي دي او چې زه بیرته راغلم هغه تبدیلوم. اوس نو دا د استیضا موضوع چې راغله، اوه نفره استیضا شول او هغو باندې سلب اعتماد وشلو، او رئیس جمهور منلی دي هغه نه غواړي چې د مقننه سره په ټکر کې راشي، او ویلي دي چې صحیح ده دا اوه نفره به زه وروسته دوی د دې چې د ژمي د رخصتۍ نه دوی بیرته راغلل، زه به د اوه وزیران پارلمان ته د رای دپاره وړاندې کړم. یعنې کاندیدات جدید به خاطر گرفتن رای به مجلس نمایندگان پس از رخصتۍ ها معرفي خواهد کرد؟ هو ویلي دای وعده کړی ده. تصمیم مجلس نمایندگان آل ریاست جمهوری افغانستان پذیرفت؟ بلکل، هغه ومنل شوه ځکه چې وکیلان د استیضا صلاحیت لري، او هغوی صلاحیت خپل صلاحیت نه کار واخیستو، د اوه نفره یې هغه کړل سلب اعتماد کړل، هغه اوس منل شوي دي. او دغه یوه موضوع د دوی وه چې دا مواجه کار و او که نه و، او دې دپاره رئیس جمهور دا سترې محکمې ته وړاندې کړو، او اوس دې فیصلې ته راغلی ده چې و په داسې حال کې چې یو وزیر اته اتیا فیصد خپله انکشافي بودجه مصرفوي، یو څلور پنځه نفره نور هم د اویاو نه زیات مصرفوي، ولې دا نور نشي کولی چې خپله بودجه مصرف کړي؟ نو په رښتیا سره هم مثلا په وزارت معارف کې مونږ د یو میلیون نه زیات ماشومان په ځمکه باندې کښېني، په لمر کې، په ساړه کې. خب پیسې هم شته په وزارت معارف کې، قراردادیان هم شته، ولې د مکتبونه نه جوړېږي په دغه ولسوالیو کې؟ همداسې وزیر فایده مه، سرکونه نشته، ټوټې ټوټې دي، خلک په تکلیف دي، پیسې شته، ولې قراردادي نه پیدا کوي سرکونه جوړ کړي؟ نو رئیس جمهور ته اوس معلومه شوې ده چې دا استیضا ښه ځای مطلوبه استیضا وه، او دا وزیران شاید ده پخپل هم لرې کړي وای. پس از یک ماه و پانزده روز، یا در حدود یک ماه و پانزده روز، بالاخره رئیس جمهور افغانستان درک کرد که استیضای مجلس نمایندگان دقیقاً استیضای موجه بود؟ نه، دا خو ندی، دا خو تقریبا یو دو هفته مخکې رئیس جمهوری بالا یک ماه پیش او خیلی دی چیز منتظر شلوغ چې د دو نوی ماده قانون اساسی او دغه موجه موضوع دی چې دا غیر موجه ده او نه ده په دې باندې، او هم د خصوصا د وزیر خارجه موضوع و چې د وزارت خارجه لپاره دا انکشافی بودجه ډیر په اولیت کې ورته نه ده، او هغه د اویاو نه زیات مصرف کړي دي په هر سال. خو دغه ځینې خبرې وې، دا چې بیا وروسته معلومې شوې چې څرګندې شوې، رئیس جمهور وویل چې درسته ده، دا نور وزیران به دای معرفي کوي. حالا کسانی که در رأس وزارت قرار دارن، اونها وزیر هستن یا سرپرست وزیر هستن؟ ټول سرپرست وزیران دي، او ټول هغه هم دي، نور هم دي. تروسه سرپرستی خو ځای په ځای ده. ما آیا حکومت افغانستان رسما تایید کرده که اینها سرپرست هستند و بالاخره فرمان صادر کرد یا خیر؟
تر اوسه پورې خود دوی خپل کار ته دوام ورکوي، لکه نور وزیران چې خپل کار ته دوام ورکوي، او خپل رئیس جمهور هم ویلي دي چې غواړي چې د سرپرستۍ په برخه کې یو تصمیم ونیسي چې دا سرپرستی هم د ټولو لپاره یا د ځینو لپاره باید ختمه شي. عملکرد کنونی شان آیا قانونی است یا غیر قانونی؟ خو نو ګور خطر هغه وخت پورې چې نور وزیران راضي یو څوک خو باید وي چې هغه کار خو وکړي. اون بر اساس چی؟ دا چې دا دوه کاله دوه نیم کاله تجربه لري هلته کاری کړی ده. آقای مصباح، حالا وزیران کنونی یا کسایی که بالاخره از طرف مجلس نمایندگان سلب اعتماد شدن بدون هیچ فرمان من حیث وزیر کار خود ادامه میدن. چند پیش ریاست اجرایی گفته بودن کسانی که در از طرف مجلس نمایندگان سلب اعتماد شدن اونها من حیث وزیر کار خود ادامه خواهد داشت و هیچ نوع صلاحیتشان کاسته نخواهد شد. در شرایط کنونی بر اساس چی اینها میان بالاخره به وظیفه خود ادامه میدن؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت مصداق صاحب، رحمانی صاحب، شما و بیننده های محترم تلویزیون. این موضوع بسیار مهم است و اهمیتش دایی است که ما تفکیک قوا را قانون اساسی ما به رسمیت پذیرفته و به هر قوا فصل های جداگانه، صلاحیت های جداگانه و مکلفیت های جداگانه و همچنان برای رئیس جمهور که در رأس هر سه قوا است و شکل مدون صلاحیت هایش ترتیب است. بله. که لازم است برای هر مقام زی صلاح تا تفکیک قوا را به هر حالتش مراعات بکنه. تصمیم ولسی جرگه به اساس ماده 92 قانون اساسی بود و او منطقش در این بود که اونا استیضاح کردن و نتانستن جواب قناعت بخش بده. بله. و دلایلش هم موجه به خاطر بود که بحث مصرفی بودی جا بود. ولسی جرگه محترم تصمیم گرفت و حکومت زمانی که این تصمیم را به ستر محکمه راجع ساخت و در ضمنش وزرای هفتن از وزیر صاحبایی که اصلا امو تعریف خود را در مور روزی که رای خود را رای سلب اعتماد گرفتن، اونا او تعریف خود را از دست داد به اساس از این قانونی اساسی و اونا دیگه به این حیث وزیر شناخته نشد و دخل پافشاری حکومت در اینجا رئیس جمهور کار که کرد در حقیقت نقض صریح ماده 92 را کرد و در ضمن مداخله بسیار صریح در کار قوه مقننه کرد و همچنان ارجای موضوع بستر محکمه که به اساس ماده 121 قانون اساسی است یک موضوع حل شده نیست، به این معنا که ستر محکمه در خصوص قوانین اونا قوانین عادی را تفسیر کرده میتانه، فرامین را، کنوانسیون های بین المللی را، معاهدات بین المللی را تطابقش با قانون اساسی، ولی تفسیر قانون اساسی از صلاحیت صریح ستر محکمه نیست، به عنوان یک عرف پذیرفته شده بود در قبلها. و در ضمن اگر ستر محکمه یعنی کدام نظر هم ابراز میکنه، در حقیقت اینجا تفکیک قوا زیر سوال است، به خاطر که اعضای ولسی جرگه نمیتونه با فیصله های محاکم حرف بزنه، هیچ کس نمیتونه، به خاطر که اصل که ماده 81 قانون اساسی برای اعضای محترم ولسی جرگه در نظر گرفتن، اونا عالی ترین مرجع است برای تقنیم گذاری و فقط دو شرط داره که مصالح اولیا و منافع عامه را باید در اظهار رأی خود از پیششان استفاده بکنه. به می اساس آنچه اتفاق افتیده برای فعلا خلاف قانون است، زیر عنوان سرپرست برای وزیر صاحبایی که فعلا هستن از لحاظ قانونی، به خاطر نیست که ما یک قانونی داریم زیر عنوان قانون وزارت سرپرست. بله. در سال 1389 این قانون توسط اینمی ولسی جرگه هر دو مجلس پاس شد، در سه ماده هست به خاطر حل اینمی معضله. و در این قانون در ماده دومش ذکر شده که فقط کسایی میتونه که اونجا است که سلب صلاحیت نشده باشه. بله. من حیث الا دو ماه به خاطر که از این هرج و مرج وضعیت به امان شوه، ولی آنچه فعلا اتفاق افتیده در خلاف امو قانون هم است، در خلاف قانون اساسی هم است و کارکردهای از اینا مشروعیت حقوقی را نداره. آنچه ما گله میکنیم از حکومت به خاطر از اینمی که اینا قانون چکنی را به یک فرهنگ تبدیل کرده. نه. و اصلا چون قانون واضح است، یعنی بسیار مهم اینجا مسئله زمان است، یعنی ارج گذاشتن برای زمان
با او هم به یک ملتی که در بدر است به شکل سرپرستی 8 ماه 9 ماه کابینه اصلا وجود نداشت، به خاطر که اینا مشکلات سلیقوی خود داشتن، اینا بین خود جور نمیمدن. آل یک ماه بسیار زمان است. یک سرپرست، یک وزارت سرپرست هم گفتم ما نمیتونیم، فقط در یک حالت سردرگمی ماندنش این تاوان بسیار کلان برای حاکمیت قانون است. مشخصا کسانی که از طرف مجلس نمایندگان یا وزیران که از طرف مجلس نمایندگان اینا سلب صلاحیت شده بودند، امروز اینا بر اساس چی میخوان به کار خود ادامه بدن؟ چون رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته که تا بعد از رخصتی های مجلس نمایندگان اشخاص افراد دیگر را بالاخره به مجلس جهت رأی گرفتن معرفی خواهد کرد و اینا به کار خود همچنان ادامه خواهد داد. به اساس حکم فقره 11 ماده 64 قانون اساسی از جمله مکلفیت های رئیس جمهور است تا وزرا را غرض رأی تایید بر ولسی جرگه معرفی بکنه. یعنی این موضوع قسم آمده در قانون اساسی که در ماده 63 بحث تحلیف ادا شده، یعنی به مجرد ادای تحلیف ای از جمله مکلفیت های رئیس جمهور است تا کابینه خود مشروعیت ببخشه. و مشروعیت قسمی است، این مشروعیت از کجا سرچشمه گرفته؟ مشروعیت اینمی ولسی جرگه که در اینمی قوه اجرایه از ماده 4 قانون اساسی نشأت گرفته که در اونجا بحث اعمال حاکمیت توسط مردم است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم است. اینجا در حقیقت اعمال اراده مردم است که فعلا نقش داره رئیس جمهور. میخوام بالا از این موضوع بیم که همی کسایی که سرپرست هستن یا با معذرت کسایی که سلب صلاحیت شدن بر اساس چی، بر اساس چه اسناد اینا میخوان کار خود ادامه بدن؟ چون رئیس جمهور افغانستان تا زمانی که مجلس نمایندگان رخصتی هاشون تمام نشه اشخاص افراد دیگر معرفی نمیکنه و اینا هم نهایت سرپرست همچنان باقی خواهد ماند. خب ما زمانی که نظام را یک نظام مدون و نوشته شده قبل از قبل ترتیب شده میگیم، به این معنی که هر فرد قانون اساسی را خوانده، اکثریت مردم میفهمه، به این حد سواد داره که از قانون اساسی آگاهی داشته باشه. هیچ موردی نه در قانون اساسی و نه هم دیگر در دیگر قوانین برای از اینا است که اینا به اساس از او مشروعیت خود به اثبات برسانند. پس کسانی که امروز در اون چوکی ها کار میکنند خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین نافذه و در ضمن مشروعیت ندارن. ما میخوایم یک موضوع را بگویم، زمانی که اونا وزیر شدن به اساس همین قانون اساسی رای گرفتن. بله. چرا که شرایطی را که در ماده 75 قانون اساسی برای یک وزیر در نظر گرفته همین قانون اساسی است. صلاحیتی را که رئیس جمهور میتونن که نشانی بکنن و اونا را به ولسی جرگه روان بکنن همین قانون اساسی است. و ولسی جرگه زمانی که رأی اعتماد میده باز هم همین قانون اساسی است و سلب اعتماد هم به اساس همین قانون اساسی است. بنان احترام گذاشتن به همین قانون اساسی ما را به فلاح و به خیر میبره، در غیر از این به نفع ما نیست. آقای رحمانی، پس از یک ماه بالاخره فیصله شما از طرف ریاست جمهوری مشخصا رئیس جمهور افغانستان پذیرفته شد، فکر میکنید که چرا در روز نخست یا در هفته اول که شما چنین تصمیم را گرفتین رئیس جمهور افغانستان چنین به فیصله شما احترام نگذاشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما جناب مصداق صاحب و استاد مصباح، همکارای تکنیکی، بیننده های برنامه ایتان. جناب مصباح صاحب، خوب از ژرف نگریش تقدیر میکنم که بسیار بزراکت و به همه طور لفافه گفت که ما گلایه داریم از رئیس جمهور که چرای کار کرد. ما گلایه نداریم، ما انتقاد داریم از لحاظ قانون، از مجرای حقوقیش. این فکر میکنم که اول قانون شکنی ارگنشینا نبوده. جناب مصداق صاحب خفه نشون، شخصی تلبی هستن. اگر از قانون بحث شوه، فکر میکنم که هیچ کسی در برابر قانون او جفای را انجام نداده که او براءت داشته باشه، خصوصا کسایی که در رأس هستند که حمایت قانون را از اونا توقع برده میشه. یعنی همه به نوع از اونا بر قانون جفا کردن از ارک شروع. جایگاه همین دو جناب در ارک به اساس فتوای کدام مفتی، به اساس فتوای کدام قانون پو قانوندان، به اساس اشاره و اشارات و رموزات کدام قانون داخلی تان هستن. وقتی که اساس ارگ ما برخلاف قانون باشد تا سریا میره و دیوار کچ. ما کوشش میکنیم توقع از اول میرفت که ریاست بله. جمهوری افغانستان چنین کار را کنه. کار را کنه بله، ما میدانست. به خاطر چی؟ دو روز پیش از این که خب در یادم است که ما تصمیم بگیریم اسکیجول را برای بازپرسی یا استیضاح وزرای محترم داشته باشیم، بله، به شد اومد، اینقدر استقبال شد که جناب رئیس جمهور گفت که وزرایی که از 80% کم مصرف کرده باشه این طور اون طور بکنین.
و موجه دلایل را هم میگفت که بله بودجه ستون فقرات یک کشور است، اقتصاد کشور است که برای یک سال خطوط اساسی تو را مطابق امی جیب تو معین میکنه. و این هم کاش که به سوال و بخواست نباشه، این به گدایی است، حقش همون طور بود. ولی از روزی که از 93 که انتخابات به بنبست رفت، در دور دو رفت، بعد از دور دو سه ماه چانه زنی شد، بالاخره هم یک ائتلاف سیاسی اتفاق سیاسی شد، از اونجا ما دست ششتیم که حکومت بر مبنای قانون کار نمیکنه. سه چهار پنج ماه اینا فقط چغیل میکرد، غلبل میکردن، به سر سوزن جمع میکردن که کابینه تعیین شوه. او برادر 30 میلیون نفوس داریم، در بین این 30 میلیون نفوس اینقدر حقوق دانا داریم، اینقدر کادرها داریم، اینقدر کارکشتا داریم، اینقدر متقیان داریم، شما از کجا منتظری هستین که ملک بیایه یا مادر کسی دیگری تولد بکنه یا کدام بیک دست از بیرون بیه؟ ببینی که توهین به ملت بود. بالاخره هم زمانی که این وزرا رو معرفی کردن، ما روی این مصلحت‌ها زیر فشار آمدیم. چه قسم که فشار ملت سر ما بود که نشو شش ماه دیگه شما اینا به گدایی و به سوال و به سر سوزن جمع کردن، نشو که باز شما به شاخی بادش کنین که 16 وزیر اون طرف نکنین. به خدا باور بکنین، توهین به شخصیت نمیکنیم. کسایی در همین 16 وزیرایتون آمدن که مستحق مدیریت یک مکتب ولاگر باشه، و شما برشان رای دادید، ما دامن پور برشان رای دادیم که حداقل امین گفتگو یا انتقاد ملت از ما دور شه. پس نقدره که بر حکومت چند لحظه پیش شما داشتین بالای شما مالا واسه. بله گفتم برای که یعنی امین گپ دولت میگفت که ما خود اینو معرفی کردیم، خود چرا وکلایتون رای نمید؟ با اساس فشارهای ملت برشان گفتیم که شما تفکیک کردن نمیمانین، باز میبینیم چون فشارهای ملت یا بعضی موضوعات دیگر نه. پشت پرده موضوعات دیگری خوب با کسی که ارتباط داشته و داره او را مراد نمیکنیم، ولی ما عموما فضا امین فضایی که حاکم بود او را مراد کردیم. اینا باور به خدا بکنین، دعا کردیم که او مردم به همه اینا رای بدین، بون کمی کابینه اینا تکمیل شوه، لافهایی که اینا گفته تا کجا اینا عملی میکنن. بیا مشخص چرا رئیس جمهور افغانستان در اول فیصله مجلس نمایندگان قبول نکرد، اما حالا در اول فیصله مجلس نمایندگان پیش از تصمیم ما قبول کرده بود. دو روز پیش از تصمیم قبول کرده بود. زمانی که تصمیم گرفته شد اینجا ببینین جناب، بحث‌های سلیقوی یک طرف، ولی بحث‌های سیاسی که در پشت پرده هست، این لگت های را که به پیکری این نظام و ملت و قانون ما حواله میکنه، منافع امین سیاسیونی که در رأس اصلا از ارگت شروع اینا بازی های سیاسی خود را داشتن. وقتی که صلاح الدین خان وزیر خارجه است، در روز اول استعزام میشه، اون طرف رئیس جمهور رو پایبند میکنه که من یک چند روزه یعنی خدایی که برای تاخیر نبود که دفاع ازیره بکنه وی بیا، یک چند روز رو باید امین تر بکنم تا یک جریان دیگری است که در رأس جریان آقای استاد عطا محمد نور است که میشه به امی که من دفاع از آقای صلاح الدین، و اگر نه پیش از استعزای صلاح الدین کجا جور بودم رای صلاح الدین آقای اشرف غنی. همه شما شاهد است. پس معامله سیاسی کرد، شاهد است. ببینین که مسائل سیاسی با قبول نکردن فیصله شما دقیقاً، حالا رئیس جمهور افغانستان معامله کرد با یکی از اشخاص، معامله قبل از قبل بود. ببینین که نتایج معامله میبره، این میخواست که یک تیر و چند فختک بکنه. ببینین ضرر ای برای کی است. وقتی که تو رئیس جمهور، تو رئیس اجرایه برخلاف قانون اساسی خود کار میکنین و میگین که وزیرا تا زمانی که سرنوشت معلوم نشه وزیر است، از لحاظ قانون وزیر نیستن. اینه میجه دمی میز شما در بحث تحولتان بودیم، آقای جناب مصداق صاحب حضور داشتن، آقای محمود مجری برنامه بود، سخنگوی دکتر صاحب عبدالله گفتن که عموم روزی بود، شبش ما در برنامه روزی بود که کمیشنرها رو انتصاب کردن، انتخاب نه انتصاب کردن. آقای عبدالله 2 بجه روز خبر میشه که اونم در جلسه دعوت میته. از سخنگویش پرسان کردیم که امروز شما خبر شدن؟ گفت نه خبر نشدیم. ما گفتیم خب همون 13 کمیشنری قبلی اگر مجرم باشه خب اینا رو میبینیم که در سرانوالی حوالش میکنین یا نه، با یه وجه زو ببینین که چی سفارت ها رو برش میتین. گفت نه با خدا اگر سفارت بتین ببین که سفارت کار بالاتر برش تو آزادن یا نه. وقتی که اگر اینا میخواستن این وزیرا رو دوست داشتن که کابینه رو مینا گرفته، ملت مینا گرفته، آسمون مینا بلند گرفته، میبردن به مثل اونا در جمع مشاورین خود زیاد میکردن برشان. چرا خلاف قانون کار میکنن آقای مصداق؟ چرا خلاف قانون میان کار میکنن رئیس جمهور و رئیس اجرا؟ حالا کسانی که برطرف شده بودن یا سلب صلاحیت شده بودن اونها را میبردن مشاور خود تعیین میکردن، کسانی را که مثلا کمیشنران قبلی را از کمیشنران انتخاباتی آوردن مشاور خود تعیین کردن، چرا خلاف قانون کار کردن؟ دیدگاه آقای رحمانی بود. گوره دی کمیسیون دی غړو په برخه کې
هلته خبره داسې وه چې پخپله ډاکټر صاحب عبدالله نه غوښتل چې نورستاني په د سفیر په صفت سره اسپانیې ته ولیږل شي، او دا پیشکش رئیس جمهور نورستاني ته په دې وکړو چې یو سفارت یې ورته وښودلو چې دوه کاله مخکې له خپل وخت نه استعفا وکړي. وخت چې ډاکټر صاحب عبدالله د دې نه غټه خبره جوړه کړه و چې دا باید بندي شي، دا څنګه دته ورکوي، هغه متباقي کمشنران هم وویل چې موږ ولې د خپل دوه کاله مخکې استعفا وکړو، هغوی وویل چې موږ هم نه کوو. پس حق یې و چې همداسې و چې خپل حق باندې اصرار وکړي. نو مجبور و رئیس جمهور د یوې خوانه ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې نوي کمشنران راکړه، د بلې خوانه پخواني کمشنران نه غواړي چې استعفا وکړي. نو دای مجبور شلو چې دغو کمشنرانو ته خو یو څه ورکړي چې خوشحاله وساتي. که ما هفت تا وزیر یا بالاخره سلب صلاحیت کرده می آوردن این هفت تا وزیر را من حیث که مشاور در ریاست جمهوری و در ریاست اجرایه بالاخره تعیین میکردن، ولی قانون نقض نمیکردن. خب ګوره کنه د قانون په برخه کې هم خو رئیس جمهور خو یو ګوښه نه ده، خو هغه هم مشاورین لري، حقوقي مشاورین لري، نور لري. نو یو خبره چې وکړه چې بیا حقوقي مشاورین به څه ورته ویلي، هغه خپل په خبرې ته یو څه تغییر ورکړو. خو اوس خبره خو تیره شوې ده، خلاصه شوې ده، خو رئیس جمهور هم وایي چې صحیح ده، او ما په خپل هم د نه غوښتل چې خلا راشي، لکه په دې کابینې په جوړولو کې چې په اوله کې نهه میاشتې لس میاشتې خلا راغله، او هغه ټول توافق چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره شوی و ټول وروسته پاتې شو. دلیل یې هماغه و چې هلته د چنې وهل و موافقه نه کېدله او وخت ډېر ضایع شلو. همون ضایع کردن وقت دقیقا آقای رحمانی گفتن توهین به ملت شد. خب هر شی چې ونه مقصد دوی باید خپل منځ سره جوړ شوی وای. بله تا باید دوی خپل منځ سره جوړ شوی وای. نو اوس امید ده چې دغه راتلونکو او وزیرانو باندې دوی موافقه ته سره ورسیږي، او کله چې وکیلان بیرته په خیر د سه هفته وخت داریم آقای مصداق. د سه هفته چرا نمیتونه که باز یکونی ما رخصتی ماست سه هفته را جمعش کنید دوی نه ما میشه. خب یک روز بودن اینا در پوست وزارت خلاف قانون اساس برای قرآن. بله آقای مزاق، چرا خلاف قانون میخوان به کار خودم چنان ادامه بده ان و ریاست جمهوری پا فشاری دارد؟ نه خلاف ده قانون هیچ حکم نغولی چی کار بکی. حالا موجودیت اینها پس از تصمیم مجلس نمایندگان خلاف قانون بود. آقای مصباح همچنان گفت، آقای رحمانی همچنان گفت. سیده یعنی اوز خب معلوم شوه چه اقا ده مواجه ماده چه و اقا ثابت شوه چه اقا پر زای خبره نه و نو اقا نوروست داد ارگم موافقه وکړه، او نورو هم موافقه وکړه چې سیده دغه اون نفر وزیران چې سلب اعتماد شوی دی دغه صحیح خبره ده، باید نور وزیران مقرر شي. اوس موږ منتظر چې نور وزیران سوال دیگه که مطرح است، چرا قانون شکنی در رئیس جمهور و رئیس اجرایه و کسایی که در رأس قرار دارن بالاخره به یک فرهنگ مبدل ساختن؟ رئیس جمهور هیڅ کله نه غواړي چې قانون نقض کی او مخالف دی نقض قانون ده، لیکن پر رئیس جمهور باندې هم تیر نظرونه دی، هر خوان راضی نور دی، خو هغه هم خپل نظر ته در یو ځای پورې تغییر ورکی. نو کله کله واری هم دغه سکیږي چې د قانون یو نقص ته خبره ورسیږي، اما چې متوجه شي چې هغه سده بیرته راضی، هغه نه غواړي چې دا نقص په ټینګه کې وایي چې نه ما هم دغسې ویلي باید هم دغسې. رئیس جمهور هیڅ کله داسې خبر نه. حالا به فرهنگ مبدل نشده؟ نه زه فکر نه کوم، هیڅوک هم نه غواړي ترمیم نمیشه، مشکل داره. یا هیڅوک هم نه غواړي چې قانون نقص شي، او هیڅوک هم نه غواړي چې د قانون خلاف کار وکړي. تر یو ځه مودې لپاره ځینې مشکلاتونه وي، مشورې وي، په هغه مشورو کې مشورې صحیح مشورې نه وي، هر کله چې پوه شي چې دغه مشورې صحیح. کسانی در چهار اطراف رئیس جمهور افغانستان قرار دارن که برای رئیس جمهور افغانستان مشوره های فکس نمیدن؟ زنده شم ویلی رئیس جمهور ډیر خلک دي چې دغه مشورې اخلي، ډیر با تجربه خلک دي په قانون کې په ولسی برخو کې په مذهبي برخو کې تکړه خلک لري، اما دا چې د کوم خلکو سره په کومه برخه کې دای مشوره کوي هغه د ده فیصله ده. تشکر بینید های عزیز، وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارم. سلام مجدد، بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. آقای مصباح بیایم بر از این موضوع که
حکومت افغانستان شما اشاره کردین که قانون شکنی را به یک عرف مبدل ساخته و بالاخره به یک فرهنگ مبدل ساخته. حالا فکر میکنید که زمانی که رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی و کسانی که در رأس قرار دارن اینا قانون مشکنانن، ما میتونیم توقع بریم از دیگر اشخاص افراد که اینا قانون شکنی نکنن؟ ما میخوایم یک شعر بگویم و اون شعر یست که میگه اگر از باغی رعیت ملک خورد سیبی، براوران غلامان وی درخت از بیخ. آن قدر تأثیر منفی داره، نقض قانون توسط مقامات ذی‌صلاح بالای افراد عادی، که اصلا ببینین عدالت یک نیاز بسیار مبرم و بسیار اساسی جامعه است که این عدالت به اساس مساوات، به اساس اینمی که حق به حق دار برسه تأمین میشه. و چی استانداردش؟ قانون است. زمانی که این عدالت تأمین نمیشه، بی‌عدالتی میشه، حق تلفی میشه، عقده ها ایجاد میشه. یکی از مواردی که ما فعلا در وضعیت بدبختی قرار داریم اونم است. یکی از مواردی که اصلا ما نتیجه مثبت از هیچ کار نمیگیریم و جامعه به طرف یک مسیر نادرست و منفی در حالت رفتار است، اینمی است. توسط یعنی این همه نقض قانون توسط مقامات است، این همه نقض قانون توسط کسایی هستند که زور دارند و تطبیق قانون برعکس توسط مردمای بسیار ضعیف است. برین شما محابس ببینین، اکثریتش ببینین مردمای هستند که اصلا دیگه یعنی درست است مجرم باشند ولی از لحاظ سیاسی اونا هیچ چیزی هم نمیداشته باشند. به می خاطر حال شما بس قانون بالای اشخاص دو نوع بالاخره تطبیق میشه. حالا فکر بکنین امی فعلا ما با بعضی از حوادث جنایی روبرو هستیم. یک اتهام علیه معاون رئیس جمهور فعلا ادامه داره. به حد مردم به اعتماد هستن که هیچ کسی باور نمیکنه که چنین محاکمه صورت بگیره، در حالی که هیچ کسی از جرم در صورتی که یک اتهام منصوب میشه برش از پیشش رهایی نداره. دقیقاً فکر نمیکنید این نگرانی مردم معجب باشه با توجه به چند حرف چند لحظه پیش شما گفتین که بالاخره قانون شکنی در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده، کسانی که در رأس قدرت هستن، کسانی که اشخاص افراد بلند هستن و نخبگان هستن در خنمیان قانون مشکنانن. ببینین قانون مسلماً همین است. قانون دیگه که چرا به طور مطلق باید نافذ شوه در این حکمت نهفته، به خاطر که اینمی مطلقیت است که نظم به وجود میاره و زمانی که مطلق بودن قانون توسط مقامات ذی‌صلاح خودشان سر خود وضع نکنه، افراد عادی گپش به اونمو شعر میرسه. آیا چون این اراده است که حالا افراد با نفوذ، افراد بلند پای بیان قانون بالای خود همچنان تطبیق کنند؟ ما در عمل متاسفانه که ندیدیم، با تاسف که در حال شما فکر بکنین در قضایای بسیار مهم مثل قضیه کابل بانک، مثل قضیه فرخنده، امثال از او قضیه چند نفری که سارقین بودن و اعدام شدن و به هر حال، یعنی قانون امور رقمی که از لحاظ حقوقی باید به شکل عادلانه بودنش در نظر گرفته شود و تطبیق شود اصلا نبود. قضیه کابل بانک ببینین که قضیه سیاسی شد و نتیجه مطلوب به دست نامد. ما به یقین گفته میتونیم که اکثریتی از مواد قانون نقض شده و ای اکثرا توسط مقامات نقض شده و دلایلش هم فقط حتی رئیس جمهور؟ یقینا. خب رئیس جمهور مکلفیتش به اساس ماده 64 قانون اساسی فقره اول مراقبت از اجرای قانون اساسی است. بله. یعنی مسئول درجه اول است. ماده 60 میگه که در رأس هر سه قوه است. زمانی که در رأس هر سه قوه قرار گرفت، زمانی که رئیس جمهور شد و یک نظام امام نظام ریاستی است، پس مسئولیت از لحاظ اصول اداری هم مسئولیت تفویض نمیشه. صلاحیت اگر تفویض شد مسئولیت تفویض نمیشه. درست است که رئیس اجرایی را اینا به اساس یک فرمان به وجود آورد، خب سیاستش ما میمانیم از لحاظ حقوقی اینا به اساس فرمان، ولی مسئولیت از اونا خو... یعنی رئیس جمهور در برابر ملت مسئول است. این ماده قانون اساسی است، در این مورد قانون اساسی بحث کرده. زمانی که مسئولیت داره، بناهن مسئولیتش ده این هم چه موارد است. استاندارد برش معلوم است، معیار معلوم است، قانون است. فقط و سخت نیست. یک چیز میخوایم با وضاحت بگویم که نه
قانونی ما آنقدر پیچیده است و نه هم اجرا و تطبیقش سخت است، بلکه اراده وجود نداره. یک موضوع ما بیایم یک ما مشوره کنیم، پس از یک ما بالاخره ما بپذیریم یک موضوع، بحثی نمی است. کاش مشاورین کم باشه. بحثی نمی است، یعنی هیچ نیازی به یک نفر مشاور هم نیست. وقتی که یک کسی رئیس جمهور میشه و وقتی که یک کسی که یک مقام بسیار بلند میره، اونا دیگه نیازی من فکر نمی کنم در همچون موارد بسیار واضح با مشاور ضرورت داشته باشه. ماده قانون است واضح با زبان ملی ما، با زبان پشتو و دری نوشته شده و اصلا کدام پس میتونیم بگویم که موضوعات حقوقی و قانونی را حالا میارن به نحو از آنها دید و با وجه سیاسی میدیم؟ اینطور است، با تاسف که ما شاهد هستیم در بیشتر از دو سال اینا امو اراده درست سیاسی که مبتنی بر منافع ملی باشه وجود نداره. اینا فقط کوشش میکنن که برای بقای خود، برای بقای تیمهای خود قانون فدای منافع عامه بسازه و ما هم هدف ما هم اینمی است. درست از کارهای مثبت هم انجام میپذیره، اونا میکنن، خانهشان آباد، در کارهای مثبتش ما کار نداریم، اونا مکلفیتشان است، وظیفهشان است، اونا مکلفیتشان است، ولی در آن موردی که قانون نقض میشه و او هم در مورد بسیار عمده مثل که امی موضوع چند تن از وزیر صاحب هستن، اینا باید به هر حالتش رفع شوه، قانون واضح است و هیچ مانع قانونی اینا ندارن تطبیقش. آقای وکیل، بیم بر شما، حالا همکاری میان قوه های دولت دقیقا باعث پیشرفت و ترقی میشه، ولی تقابل باعث عقبگرد و مشکلات اضافه میشه. چرا حکومت افغانستان رای همکاری را در پیش نمیگیره که میای رای تقابل را در پیش میگیره؟ آخرین نمونه شما در خن فیصله را که شما در مقابل هفت وزیر کرده، اونا به نوع از اونا فیصله شما را نپذیرفتن. خب من پیشتر گفتم که اگر ما روی جزئیات برویم که بحث را به جزئیات بکشانیم، وقتی که جایگاه کسی برخلاف قانون تثبیت شده باشه، از او توقعی را نداشته باشین که او حمایت قانون را بکنه و یا که بر اصل تفکیک قوا قائل باشه. بدبخترین ملت کسی است که قانون سر اونها حاکم نیست. ولی یک چیز دیگر به شب باید داریم، شما رئیس جمهور و رئیس اجرایی زمانی که از طریق رسانه ها میان حرف میزنن، همواره تاکید بر بالاخره تطبیق قانون برای همه به صورت یکسان میزنن. کجا کرده؟ و چند لحظه پیش آقای مزاق هم گفتن که رئیس جمهور یعنی کس شخص قانون شکن نیست. از گفتن تا به کردن خب از سرا تا به سما فرق است. مردم به گفتنهای بسیار بسیار از هیچ نوع ابزاری نمانده که اینا استفاده نکرده باشه، از او به اعتماد مردم فاصله مردم بسیار بیشتره، حالی عمل نمیبینه. مثالهای بسیار زنده ایش ما داریم. قضاهای بزرگی که در وقت آقای کرزی بود باورجان من تعهد را که اینها داشتن، اینه باور به خدا بکنین خود ما خوشدار بمیبینیم که آقای کرزی زودتر برا به جایش کسی بیه که حداقل ما نسبتاً صاحب قانون هستیم که حمایت همی را داشته باشیم. او وقتا ما بیشتری بسیار بزرگی را برای فساد ساخته بودیم. جنجالایی بود که در مدت 15 سال بله. یک بلیست یا یک وجب پیشروی نداشتیم. ناامنی بود و فلان بود و فلان بود و 150 هزار نیروی خارجی بود و فکر میکردیم که چرا خارجی هست، توپ داره، تانک داره، تیاره داره، ولی چرا پیشروی نمیکنیم؟ بعدا فهمیدیم گپ را که گپ چیست. لاف و گزاف را که دو جناب زدن اندازه قدشان 2 متر است، 200 متر گز میکنن اینها. کاش که لاف هم از خود یک حد داره، دروغ از خود یک حد داره، وعده از خود یک حد داره. به حد اینها مردم را بی‌اعتماد کردن که فلان میکنم، فلان میکنم، فلان میکنم، فلان میکنم، بازم یگان وقت خواه قانون سرش پای مانده. چرا؟ میگه ناگزیری سوالا حکومت شریکی است. بس به این گپ خلاص میشه تو؟ قانون شکستانده شد به والله یک اگر جبیره شد. در یک ماهی که این وزرا برخلاف قانونتان در نسی وزارت خانه کار کردن، معاش را میگیرن، در این یک ماه ببینید چقدر اینا عزل و نصب کردن. بله. حتی ما دیدیم از طریق رقابت چقدر مردم را اینا در پوستا جای بجای کردن و چی تعداد مردم را کاغذ برش روان کردن، منفک کردن، در خانهشان راهی کردن، وقت کشی کردن، ملت منتظر اینا بودن. کابینه است دیگه. این هرگز جبران نمیشه. خویی هم با سرمون مانده میشه که والا ناگوری بود، حالی تیر په هیر. نه، وقتی که همه چیز را ما به نهایت او را صدمه بزنیم، باز هم بگویم تیر په هیر، تو عقیب گرد نداشته باشی. من استوا یا ما و مقنون، کسی که 2 روزش مساوی باشه او انسان در خساره است.
و برادر درست چرا مساویسی تو وقتی که عمر تو به مساوات نه به عقیب گرد داشته باشی؟ بازم میگه که او گذشته فراموش. قانون گریزی جرم بسیار خطرناک است. قانون را به قصد شکستاندن خیانت بزرگ است و کسی که قانون را مشکنانه بازم مصلحت بینی گفته در پالوید مشاور میشانه و وزیر کابینه میکنه و امتیاز برش میتی، جرم بالای جرم است. این غضب بالای غضب است. برشان میگفتیم که کمیشنر اگر جرم کرده روان کنید به قضایی به ارگانای قضایی عدلیه، یعنی دو سال وقتش مانده، خلاف قانون است که شما فرمان صادر میکنید. و نمو بود که فرمانش ما دو بار رد کردیم، به اکثریت نه به کل آرا رد شد، بازم خلاف قانون چرا فرمان صادر کرد؟ کاش که اونم مردمی که جرم داشتن جرمش ثابت میشد میرفت، حداقل امو اعتماد از دستره دز رفته ملت سری امی کمیشنرای خوابتون 20% قانون شکنی حالا در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به یک امر عادی مبدل شده. امر عادی نه، بلکه قانون شکنی یک فرهنگ است که باید قانون شکنی شوه. امی کارهایی که میبینیم وقتی که تو انتصابی میاره به عوض اون 13 نفر که ماجراش پیدا نشد، جناب مستاق صاحب پیشتر میگفتن که مجبور بود رئیس جمهور، وقتی که رئیس جمهور به قانون شکنی مجبور شوه بفهمین که نه، او مجبوریتش روی چی است؟ یعنی همون 13 کمیشنر آسمان را به زمین میانداخت یا ای که افشاگری میکرد؟ دیره بگن پشت پرده چی؟ صلاح‌الدین خان ده یک ماه که دور دادی و سر محکمه را مصروف کردی و یگان وقت باز کنه چشم میکرد که خیر مشکل حل میشه. چرا حل میشه؟ اون طرف دیگه هدف داشتی تو؟ که اون مثلا امید جمعیت به مکمل به پای صلاح‌الدین خان و به همراه ما استاد شوه، ببین وارم از بنشان تو تو کردین. اهداف سیاسی خود را یک رئیس جمهور بر روی منافع ملی نمیکشونه که منافع ملی را به حیف و میلی اهداف سیاسی خود بکنه. وقتی که گپ میشه سرش و انتقاد برش راجع میشه، میگه والا من ناگزیری دارم. ناگزیری داری خود چرا؟ ملت را قربانی میکنی؟ بی باوری جامعه جهانی سرتان هست. این که می سیاست خارجی ما خوب است، به خود اگر خوب باشه سیاست خارجی تو همینطور خوب است که آلی آمده روس و چین و کجا آمده رقیبای 15 ساله تو رو میبره در کنار خود میشانه، این سیاست خارجی تو هست؟ بستر برای طالب بود، آله برای داعش. این جنگ آینده رو باستو مدیریت کرده میتونی ببینی که سیاست خارجی ما خوب است؟ از خانه کو خراب بودی، کس از خانه خراب باشه از بیرون جور شده نمیتونه. تشکر مسئله آقای مصداق. چند تا سوال. اراده درست سیاسی بالاخره مبتنی بر منافع ملی وجود ندارد، موافق هستین با این دیدگاه؟ نه نه بالکل غلطه ده خبره. اراده څنګه موجود نه ده؟ په دوه کالو کې د حکومت برسیره په دومره مشکلاتونو چې لري دومره کاری کړی ده چې هیڅ یو بل حکومت په افغانستان کې نه ده کړی. تاسو فکر وکړئ، تاسو دغه شپېته اویا کاله د پاکستان زمون پستونی کې خپل پخې خودلې و او مونږ څه نه شول کولای. نن په مونږ پاکستان مونږ ته ضرورت لري. خو نو دویم وژل کېږي، مونږ هم وژل کېږو. نه غواړو چې اوس د هغو سره داسې یو جنګ د وی خونه مونږ وایو چې تر اټکه پورې زمونږ خاوره ده او بیا مونږ په دغه خاوره باندې تعرض وکړو، دوی ته خو بې تفاوته ده. چاشه کې شما از روابط افغانستان با پاکستان یاد کرده، دقیقاً برمیگردد به سیاست خارجی. ما زمانی که سیاست داخلی نداشته باشیم، سیاست داخلی مدون، چگونه میتونیم بگیم که سیاست خارجی ما موفق است و ما در قبال پاکستان بالاخره تصمیم گرفتیم؟ با توجه به این تعریف که سیاست خارجی انعکاس سیاست داخلی در خارج است. گوره داخلی سیاست دلتا دی پنځله سکالو شپاره سکالو نه را په دې خو زورواکان دی، دلتا مافیا ده چې د غو سترګې نشي پټولی. په وزارتو کې خپل نفر ځای په ځای کړي، په اردو کې خپل نفر ځای په ځای کړي، په پولیسو کې خپل نفر ځای په ځای کړي، په امنیت کې خپل نفر ځای په ځای کړي، ته غو سترګې نشي پټولی. دا یو ډیپلوماسي افغانستان باز ندارن بلخره اشخاص افراد نو در واقع به خارجی به سیاست که دوی دوباره برخه نلری رئیس جمهور پخپله موافق شویده چې دا پاکستان چې مونږ دومره ورته احتیاج و دغه احتیاج نه خلاص کړو. داسې پروژه طرح کړي دي چې د راتلونکي حکومتونه به تر 500 کالو دیرشو کالو پورې د هغه نه منفعت اخلي. افغانستان ته به یو عاید راځي. افغانستان اوس خدری لري، افغانستان اوس بحر ته لاره لري. دا خبرې مونږ چېرته کلی بل کوم چا کوم حکومت دا کارونه کړي دي؟ آقای مصداق کوشش میکنن برای بقای خود منافع ملی را نقض کنن، با این دیدگاه موافق هستین؟ نه هیڅ کله نه. رئیس جمهور یو بین المللی شخصیت ده،
نن دای چې هر ځای ته لاړ شي په هر ملل متحد کې په بل نړیوال مؤسسه کې په پانتونو کې هر چیرته د کار پیدا کیږي د دې لپاره خدا راغلی دی چې خدمت وکړي ځکه د روسیې سره کار کړی دی د چین سره کار کړی د هند سره کار کړی په غټو پروژو کار کړی همدا غټې پروژې د دلته راوستلې په دې بد حال کې چې موږ په دې حکومت کې او په دې اقتصاد کې او په دې نظامي حالت کې موږ لرو د دغه پروژې پلی کړی باید یې غنه خسترګې پټې نه شي به خاطر ناگزیری حالا میان قانون از قانون اساسی افغانستان و در کل قوانین نافذه کشور نقض میکنه نه ما خو مخکې هم درته وای کنه چې رئیس جمهور په خپل تصمیم نیسی لیکن نور مشاورین نور د نه چالته چارچاپیر دی هغه چې راشي د ته یو خبره وکي قانی کی بس هغه خپل نظر ته بعض اوقات تغییر ورکوي لکه توجه برای مسله که رئیس جمهور افغانستان شخصیت ملی و بین المللی است رئیس جمهور افغانستان خود نمیخواد قانون اساسی نقض شود رئیس جمهور افغانستان به خاطر منافع ملی کار میکند پس میتونیم بگوییم که افغانستان گل و گلزار است و هیچ ماده قانون اساسی افغانستان نقض نشده نه گوره به گل و گلزار خود روانیو اما وقت نیستی چلویخ کالا تا دلتا نارامیل دلی ده جنگون دلی دلی دی مخالفتون دل دلی دی تالتا ایمون په افغانستان که په افغانستان که مثلا زین خلق چه هیچ شای ندر رو دل اغا وزدی میلیونو دالر رو خبری کوی دوباره تغییرات را غلی دی ده تغییرات به قرار شرفکیگی یا وزای ترسیگی وقت نیستی دو کالو که طول مشکلات نال کیگی آقای مصباح قانون زمانی که نقض شوه آیا جبیره میشه؟ یا جبران میشه؟ به طور از قانون زمانی که نافذ میشه ای به می خاطر نافذ میشه که باید تطبیق شوه بله. به هر حالتش نقض قانون ما شما یک پروسیجر برش داریم یعنی ما از لحاظ قوانین به آن حد غنی هستیم که هر آن نقض قانون یا اکثریت موارد نقض قانون با زیر پروسیجر محاکماتی میآید و او عنصر قانونی نقضش در قانون در نظر گرفته شده عنصر مادیش عنصر معنویش در قوانین مختلف به عنوان جرم تلقی شده یعنی جبرانش خب از نقطه نظر غیر حقوقی مسلماً که جبران نداره به خاطر که زمانی که قاعده حقوقی نقض میشه طبعا ما شما شاهد هستیم ولی از لحاظ حقوقی زمانی که قانون نقض میشه اونا مؤیدات در عقب خود داره اونا ضمانت های هر قانون یعنی یکی از ممیزه اختصاصی قانون اینمی است که باید معیده داشته باشه یعنی ضمانت اجرایی داشته باشه سوال بازو بر بگردانیم به اون ماده 92 قانون اساسی افغانستان و تصمیم رئیس جمهور افغانستان که بالاخره به خاطر تفسیر ماده 92 قانون اساسی افغانستان و موجه بودن غیر موجه بودن به استر محکمه فرستاد حال در اون زمان شما گفتین اون کار رئیس جمهور دقیقاً خلاف قانون بود چون هر کسی میدونه حتی شخص عادی هم میفهمید که اونجا باید تفسیر نشه والا رئیس جمهور افغانستان دقیقاً پذیرفته که باید هفت وزیر برود و برای عوضش کسای دیگه معرفی شود فکر میکنید چیزی که قانون به خاطر این عملکرد رئیس جمهور افغانستان پیش بینی کرده چی است یا اون معاهدات که شما چند لحظه پیش بیان کرده خب بحث بسیار اساسی در اینجا است که یعنی هر کس صلاحیتش قبل مشخص بله. شده گرچه من نمیتونم پیش از وقت در این مورد قضاوت بکنم که چی نوع مؤیدات را در قبال خود داره ولی ما میخواهیم که این سوال از خود رئیس جمهور بکنم که همین مدت زمان که یک کابینه ناتکمیل میمانه و در ضمنش امی فرهنگ زمانی که ما بحث از ترویج یک فرهنگ قانون شکنی میکنیم خب ما مستند گپ میزنیم و این استناد ما به چند موارد است یک مورد نیست چندین مورد است که ما اش داریم و می خاطر یعنی میتونه که خود رئیس جمهور از دفتر رئیس جمهور در این مورد باید بر اذهان عامه تنویر بسازد اذهان عامه را که ما خو استدلال ما به اساس اینمی قانون اساسی است که امیر رئیس جمهور به اساسش آمده اینا بیاین با کدام استدلال ما فرمودای دکتر صاحب مصداق میپذیرم که خب از لحاظ غیر حقوقی درست است که ما از لحاظ در یک وضعیت بسیار خراب قرار داریم ولی از لحاظ حقوقی قاعده حقوقی مطلق است و ما باید فشار بیاریم بله. که هیچ موردی از قانون نقض نشه
به خاطر که اصلا استثنایی وجود نداره. قانون خود قانون استثنا رو در خود داره، ولی باید به طور مساوی و یکسان تطبیق شود. تشکر آقای رحمانی جنبندی. باز با شما فکر میکنید یا آخرین تقابل حکومت ریاست بالاخره حکومت افغانستان یا قوه اجرایه با قوه مقننه خواهد بود، یا اینکه در آینده هم چنان نقص قوانین؟ این تقابل از قبل آمده، یک بار نه، هزارها بار تکرار شده. کابینتتان تکمیل نیست، ولایتانتان تکمیل نیست، اردویتان برای فعلا تکمیل نیست، و متاسف هستم به یکی از عالی اینا کمپاین دو سال بعد خود شروع کردن، تقابل و رویارویی بعد از شروع میشه. کمیشنرها انتصابی رو آوردن که به تلفن یک والی 80 درجه عقب گرد داشته باشه. حداقل کسایی در کمیشنرها می آمدن، شخصیت های بسیار کارکشته داشته ما، که اون متکی به یک زور و به یک قوت می بود که حداقل ام شعار را که ما میتیم قانون را پاس کردیم، کمیسیون مستقل انتخابات گفتیم. خب عالی رئیس جمهور اگر بو یکی را من انتصاب کردیم، یعنی تو مستقل هستی؟ اونجا دقیقاً صلاحیت قانونی برای رئیس جمهور افغانستان داده شده که رئیس جمهور افغانستان استقلال داده نشده، یعنی می استقلال انتصاب را داده نشده. رئیس جمهور افغانستان دقیقاً میتونه انتخاب کنه؟ نه، امی که دو سالش مانده، در کجای قانون است دو سالش مانده مجبور او رو سفارت وقت فرمان صادر کرد. فرمان جای از فرمان تا قانون، قانون قانون است از پارلمان پاس شده، به توشه رئیس جمهور رسیده که این مردم دو سالش مانده. در تشکیل و صلاحیتاشون تو از کجا به فرمان خود تغییر آورده میتونی؟ کسایی که از خودی نمین مشترکینی که بیرون برآمدن یا استعفا دادن یا برآمدن یا برآمده شدن، از اونها خبر دارین که این 600 ورق را که جمع کردن از کیا جمع کردن؟ تقابل بعد از شروع میشه. سری تسکیل الکترونیکی شما تقابل دارین، سری پر کردن صندوق های رایتان تقابل دارین، سری کمیشنرایتان تقابل دارین، سری امنیتتان تقابل دارین. سه ماه بعد وقتی که بستر برای دایی شد، دخالت های کشورهای چین و هند و فلان و فلان و فلان را تقابل دارین، همه می تقابل است. آره ببینید که هلمندتان مارجه به چی حال است، این همه مسائل تقابل است برادر. اگر کسی چشم پوشی میکنه از این به بعد خود کشیش. تشکر آقای رحمانی، آقای مصداق و آقای مصباح، حضورتان در بحث ما بینید. آقای عزیز تشکر از شما هم، تا برنامه بعد شما را به الله بنیاز می سپارم.